سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. همراه شما هستم از واشنگتن. در ساعت 1 بعد از ظهر آفتابی از پایتخت آمریکا با شما خواهم بود و ساعتی پیش از اعلام نظر نهایی پرزیدنت ترامپ درباره ادامه حضور آمریکا در توافق هسته‌ای با حکومت ایران یا خروج آمریکا از این توافق. اقدام پرزیدنت ترامپ، اقدام احتمالی او در خارج ساختن آمریکا از توافق هسته‌ای با حکومت ایران چه پیامدهایی برای حکومت ایران دارد؟ مسئولان حکومت ایران از جمله ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی حکومت میگوید هیچ اثری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. علی رغم تهدیدهای پیشین حجت الاسلام و المسلمین شیخ پرزیدنت حسن روحانی گفته است در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ما به تعامل و داد و ستد سازنده خود با بقیه جهان ادامه خواهیم داد. وی به چگونگی سازنده بودن روابط حکومت ایران و دیگر کشورها اشاره نکرده است. این در حالی است که یکی از دلایل اعلام شده توسط مشاوران پرزیدنت ترامپ برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ادامه دخالت‌های حکومت ایران در کشورهای منطقه و حمایت این حکومت از تروریسم در سطح منطقه‌ای و جهانی است. همزمان با این موضوع دلار آمریکایی همچنان در بازار ارز ایران نایاب است و از مرز 7000 تومان برای یک دلار نیز در بازار سیاه قیمت ارز آمریکا فراتر رفته است، به بیش از 1000 برابر نسبت به پیش از انقلاب رسیده است و وضعیت کارگران در ایران، سفره مردم ایران در سایه برنامه هسته‌ای حکومت ایران چه وضعیتی دارد و آینده سفره مردم ایران در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و افزایش تحریم ها چه وضعیتی خواهد داشت. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل و تحلیلگر سیاسی. در ادامه برنامه نگاهی نیز خواهیم داشت به انتخابات لبنان و نتیجه این انتخابات، پیروزی نسبی حزب الله لبنان در انتخابات مجلس این کشور، پیش از آن آنچه که در ارتباط با کارگران ایران میگذرد. خودش در نیومد، تو کتکش زدی، عموقتاله دارم اینا، تو اصلا حق زدن نداری. آقا فوش میده، گوشی من رو تو اصلا حق زدن نداری، ماموری ولی مامور نیستی که کتک بزنی، تو جور حق کتک زدن نداری. خب داره میگیره، ولی چی حالا میگه، حالا چی دارم میگم، شما روتون بالاتر از این حرف هاست. اصلا واسه چی میزنی؟ آقا شما دخالت نکن تو کارم. چرا دخالت نکنم تو کار تو؟ چی کام خواهی بکنی مثلا؟ هیچی، تو نه من فیلم مردن میکنی برای چی؟ هیچی همیشه دوست دارم فیلم مردن میکنی. هیچی اصلا نمیتونی فیلم مردن کنی، برای چی فیلم مردن میکنی؟ تو برای چی اونو میزنی؟ من دوست دارم بزنم. تو من دوست دارم فیلم مردن کنم. من دوست دارم بزنم. خیلی خوب، دوست داری بزنی، خیلی خوب. کارگر خودم دوست دارم بزنم. کارگر تو نیست. برای خودم. بچه‌ت هم باشه نمیتونی بزنی. من اگه بچه خودم هم بزنم. یادآور دوره بردهداری، کارگر خودم دوست دارم بزنم. یادآور دوره بردهداری در کشورهای مختلف از جمله در همین آمریکا سالهای دور. و این خبر رو هم البته بدیم که خوشبختانه حال منصور اوسانلوی عزیز فعال کارگری و سندیکایی رو به بهبود هست و قراره به زودی تحت یک عمل جراحی قرار بگیره در ارتباط با مشکل قلبی نیست که دار.
جزئیات بیشتر در ارتباط با اونچه که برای منصور اوسانلو در نیویورک در روز جهانی کارگر اتفاق افتاد منتظر هستیم در وضع سلامتی بهتری برسه و با او گفتگو خواهیم داشت حتما و اطلاعات بیشتر رو در اختیار شما خواهیم گذاشت. به اتفاق شما عزیزان سلام و خوش آمد بگیم به آقای رضا تغییرزاده گرامی. سلام به شما آقای تغییرزاده. وقت شما خوش آقای چالنگی، سلام به همکاران شما، سلام به مردم ایران و درود به روزهای روشن برای همه ایران. آقای تغییرزاده، همه ما امیدواریم و بینندگان نیز که روزهای روشن برای ایران، مردم ایران، نسلهای آینده ایران فرا برسه. اما از یک طرف سیاست اتمی ایران آیا ایران رو به طرف چنین روزهایی میبرد و میبره؟ و آنچه که ما همه، ما، من، شما و همه ایرانی ها منتظر هستیم که به هر حال نتیجه اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا درباره ادامه این توافق مؤثر خواهد بود، این پیامدهاشو در صورت خروج آمریکا شما چگونه ارزیابی میکنین؟ چه اثری روی اقتصاد ایران خواهد داشت؟ چه وضعیتی پیش خواهد اومد؟ ولی الله سیف میگه که هیچ اثری روی اقتصاد ما نخواهد گذاشت. تفسیر شما رو میشه. شاید اظهارات آقای سیف رو در کنار مطالبی که آقای روحانی در سبزوار اعلام کرد که زندگی ما هفته آینده تغییر نخواهد کرد، باید از زبان مردم هم شنید، از کارگری که مورد ضرب و شتم قرار میگیره و کسی میگه این کارگر منه، بنابراین حق دارم که او رو مورد ضرب و شتم قرار بدم، تا کسی که با تاکسی خطی از تهران به کرج میره یا در یکی از خیابان‌های نزدیک به وکیل‌آباد میره سبزی و تربار بخره یا در تبریز به دنبال خریدن گوشت و نونه. باید از اونها پرسید که واقعاً اون چی که از ماه‌های گذشته به این طرف سرعت بیشتری گرفته، یعنی روند سقوط اقتصادی ایران همسو با روند سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار، آیا مفهومی مشابه داره با مطالبی که آقای روحانی میگه؟ البته من تردید ندارم که آقای روحانی راست میگه، واقعا راست میگه، یعنی زندگی حسن روحانی هفته آینده تغییری نخواهد کرد. ایشون همچنان سوار یک اتومبیل BMW یا مرسدس بنز میشه، همچنان 9 محافظ همراه او خواهند بود، خانواده او همچنان بهترین گوشت رون بره رو برای شام، برای نهار و بهترین صبحانه رو با کره و عسل و خامه در صبح خواهند خورد و آقای سیف رئیس بانک مرکزی هم کمترین لطمه‌ای به معیشت روزانش وارد نمیشه. ولی 80 میلیون مردم ایران، اگر اون جزء کوچک بزرگ سرمایه‌داران وابسته به حکومت رو جدا نگه داریم، زندگیشون از ماها پیش با وضعیتی اسفبارتر از پیش، در نتیجه کاهش ارزش دلار، در نتیجه کاهش ارزش ریال، در نتیجه زیاد شدن بیکاری، در نتیجه سرعت گرفتن تورم، در نتیجه تشدید بحران اقتصادی یقیناً لطمه می‌بینه و این سرعت بیشتر خواهد شد تا زمانی که مردم یک پارچه و یک صدا بیستن و وضعیت سیاسی دیگری در ایران برقرار بشه. تا جمهوری اسلامی هست این وضعیت ادامه خواهد داشت و بعد از اعلام تصمیم رئیس جمهور آمریکا یقیناً روند سقوط اقتصادی ایران سرعت بیشتری خواهد گرفت. البته اینها رو ما با ارقام و اعداد میتونیم راجبش بحث بکنیم. شاید نزدیکترین موردی که بشه مورد اشاره قرار داد قیمت نفت در بازارهای جهانی. متاسفانه از دید ایران، به علت اینکه ایران سهم خودش رو در بازار جهانی نفت از دست داده و خارج شدن 400 هزار بشکه در روز از تولیدات ایران به بازارهای صادراتی، لطمه زیادی به بازار نفت نخواهد زد و قیمت‌ها هم به این علت تغییر اساسی نخواهد کرد از روز گذشته تا امروز، یا حداقل از زمان انتشار توییتر آقای ترامپ دایر بر این که ساعت 2 به وقت واشنگتن اعلام میکنه تصمیم میشه در مورد برجام، قیمت‌های نفت عملاً تغییر اساسی نکردن. البته اگر جنگی در منطقه خاورمیانه بروز کنه، چرا، امکان افزایش قیمت نفت هست، ولی با وجود کشوری مثل عربستان که در حدود 2 میلیون بشکه ظرفیت
به قوه تولید داره و این رو میتونه وارد بازار بکنه به عنوان تولید کننده چرخشی، بودن و نبودن نفت ایران در بازار لطمه‌ای به وضعیت قیمت‌ها و وضعیت اقتصاد جهانی نخواهد داشت. ولی در ایران به علت کاهش ارزش دلار، به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت و به علت بیشتر از هر چیز دیگری ترس از وضعیت اقتصادی در بازار، قیمت دلار افزایش بیشتری خواهد یافت. کم نیستن کسانی که حتی پیش بینی میکنن جهش دلار رو به حدود 10,000 تومان، که این واقعا شاید حتی 6 ماه پیش یک رقم افسانه‌ای به نظر میرسید، ولی امروز با رقم‌های بالاتر از 7,000 تومان در بورس دلار سلیمانیه، در بازار دلار هرات، در بازار دلار دبی، اینهایی که میگم آقای چالنگی افسانه نیست، واقعا شرم‌آوره برای حکومتی که خودش در مقابل آمریکا قرار داده. ولی به جای داشتن بورس‌های مولد اقتصادی، بورس‌های دلار داره در مناطق خارج از ایران برای مبادله با ریال. یعنی در تهران شما یک بازار دست صرافی‌های بانک مرکزی دارید که با حکم حکومتی دلار رو از بانک تحویل می‌گیرن یا هر ارز دیگری که مورد نظر شما باشه و به دست خریدارهای برگزیده میدن. بازارهای دیگری هم مثل بازار سلیمانیه و هرات و دبی دارید که نرخ دلار رو برای بازار ایران تعیین میکنن. این وضعیت اقتصادی است که دولت داره. در هر حال بعد از اعلام تصمیم امروز آقای دونالد ترامپ، در هر شرایطی یا خروج محدود یا خروج مشروط و یا خروج کامل، روند سقوط اقتصادی ایران سرعت بیشتری خواهد گرفت. به موضوعی اشاره کردید که قابل تأمل هست و موضوعات بسیار دیگه‌ای که حول این موضوع هست. ببینید، در پیش از انقلاب اوپک قدرتمند هرین تشکل یا کارتل یا هر چی که اسمش بزنیم، مجموعه نفتی بود در جهان، مجموعه نفتی، و ایران در واقع قدرتمندترین عضو اوپک. من این توضیحات رو برای بینندگان میدم، بینندگان نسل جوان. شما اشاره‌ای که میکنید و این واقعیت رو مورد توجه قرار میدید، مایل هستم بینندگان هم توجه داشته باشن به این نکته که آیا وضعیت چنین هست که یک کشور دیگه منطقه مثل عربستان دو تا تلمبه بیشتر بزنه روی اقتصاد ایران اثر خواهد گذاشت؟ یعنی نفت ایران بی ارزش خواهد شد همین مقداری هم که صادر خواهد کرد؟ یعنی به عبارت دیگه، یعنی اقتصاد ایران، سفره مردم ایران الان بستگی داره به اراده بقیه کشورهای نفتی در منطقه فرزده. بدون شک این جمهوری اسلامی هم بدون شرم این رو عنوان میکنه، البته انگشت اتهام به سمت کشورهای خارجی میگیره، ولی ضعف خودش رو توضیح نمیده که کشوری با 20 میلیون جمعیت یعنی عربستان که 40 سال پیش در خط دوم اوپک پشت سر ایران فعالیت میکرد، ایران عملا سیاستگذاری قیمتهای اوپک رو به دست گرفته بود، مدیریت و اداره اوپک به دست ایران بود، رؤسای اوپک رو ایران تعیین میکرد. امروز نه اینکه هیچ نقشی در مدیریت اوپک نداره، کمترین تأثیری در سیاستگذاری و قیمتگذاری نفت نداره، نه تنها در مورد نفت دیگه صاحب ارزش و صاحب حرفی در بازارهای دنیایی نیست، عربستان سعودی رو متهم به این میکنه که کاهش ارزش ریال رو هم اونها باعث شدن با خریدهای بجا یا نابجا و تحریک کردن در بازار ایران. فراموش نمی کنیم که ما یک کشوری هستیم با 80 میلیون جمعیت، با 80 میلیون جمعیت که نیمی از اونها حداقل با سواد، با شناخت، با آگاهی از مسائل روز هستند، و چطور ممکنه کشوری در همسایگی ایران با 20 میلیون جمعیت بتونه حتی در کاهش و افزایش ارزش پول ملی ایران اثرگذار باشه؟ اینا آیا نشانه ضعف این حکومت نیست؟ نشانه اقدامات تخریبی این حکومت نیست؟ نشانه بی‌بضاعتی این حکومت نیست که حتی بدون شرم اعلام میکنه عربستان سعودی قادر به دستکاری ارزش پول ملی ما هست؟ این آمریکا نیست. البته فراموش نکنیم که آمریکا با ایران
وارد جنگی شده که جمهوری اسلامی میخواد اون رو وارونه جلوه بده. جنگی که آمریکا یعنی دولت ترامپ با جمهوری اسلامی آغاز کرده، یک جنگ نرمه، یک جنگ بدون شلیک گلوله است. البته اگر جمهوری اسلامی شروع به موشک پراکنی بکنه، اسرائیل رو بخواد هدف قرار بده، عربستان رو بخواد شیشه هاشو بشکنه، امارات رو بخواد هدف موشکاش قرار بده، این جنگ طبیعتش عوض خواهد شد، طبیعتاً عوض خواهد شد. ولی در مرحله ای که جمهوری اسلامی به این بخشی از جنگ هنوز نپرداخته، یعنی ایران رو با یمن عوضی نگرفته و از ایران شروع به شلیک موشک نکرده، این جنگ در شکل نرم خودش ادامه پیدا میکنه، یعنی جنگ دلار با ریال پول ملی ایران، اعمال تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی، هدف گرفتن منابع مالی جمهوری اسلامی که آقای اوباما در دوره دولت خودش فکر میکرد با آزاد کردن این منابع، با دادن امکانات بیشتر به جمهوری اسلامی، باعث میشه که تندروها در حکومت کوتاه بیان، ضعیفتر بشن و میانه‌روها و معتدلها در حکومت قدرت بگیرن و طبیعتاً این حکومت انقلاب زده و این حکومت خشن و این حکومت تشنج آفرین در منطقه تبدیل بشه به یک دولت متعارفی. ولی محاسبات آقای اوباما اشتباه از آب در آمد. تمام پولهایی که متعلق به ملت ایران بود ولی بلوکه شده بود در اختیار این حکومت قرار گرفت. این حکومت به جای سرمایه گذاری در داخل و ایجاد اشتغال رو در کشورهای عراق و سوریه و لبنان، چنان که همه دنیا میدونن، خرج کرد و وضعیت بحرانی امروز ایران نتیجه این. آقای ترامپ سیاست متفاوتی رو در پیش گرفت، سیاست بالا گرفتن چماق بالا سر جمهوری اسلامی به جای هویجی که آقای اوباما به جمهوری اسلامی عرضه میکرد. خب آقای تجاد، البته خب کمک هایی که به لبنان و به یمن و جای دیگه شد بی تردید هست، میلیاردها دلار و بخش بزرگیش هم به حساب‌های شخصی آقایون منتقل شد. شما قطعا در جریان هستید که حدود 11 میلیارد دلار فقط هزینه خرید مستغلات مختلف شد توسط کارگزاران حکومت. پرسش من این هست که آمریکا یعنی پرزیدنت ترامپ و دولت او شاکی هستند از این امضای این قرارداد، و البته محمد جواد ظریف وزیر خارجه فقیه هم پای قراردادی رو امضا کرده که اجرایی بودن اون بستگی به موافقت ریاست جمهوری آمریکا داره، و این رو یک پیروزی هم در تهران سعی کردن قلمداد کنن، جزئیات به اطلاع مردم نرسونده. از طرف دیگه مردم ایران عملا چیزی به سفرهشون اضافه نشد که کمتر هم شد. فروش کلیه ها افزایش پیدا کرد، صدور فحشا از ایران و اربیل، کردستان عراق، دبی و جاهای دیگه متاسفانه افزایش پیدا کرد. این ساده نیست گفتنش این حرف برای من یا هر ایرانی دیگه و اتفاقات دیگه. چه کسانی واقعا بهره‌مند شدن از این توافق هسته‌ای؟ اروپا از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی چه کسانی؟ میزان تجارت خارجی جمهوری اسلامی با اروپا میزان بسیار محدودی است، بنابراین این انتفاع رو در سطح کشورها نمیشه خیلی بس داد. ولی در داخل ما همونطور که شما اشاره کردی شاهد نابسامانی های مالی اقتصادی و توسعه فساد بودیم، نظیر بابک زنجانی ها که امروز از مشهورترین نام ها در داخل ایران و حتی خارج از ایران هست، در ایران کم نیستند که در این 20 سال گذشته، بخصوص در 10 سال گذشته که دولت احمدی نژاد روی کار بود و بعد این دولت رو به حسن روحانی تحویل داد، به بهانه های مختلف من جمله دور زدن تحریم ها، فساد در حکومت روند تصاعدی گرفت، سرعت بیشتری گرفت و دارایی های ملی همونطور که عرض کردم به جای سرمایه گذاری مولد در داخل کشور یا صرف صدور جنگ شد و یا بیرون بردن سرمایه و ساخته شدن بابک زنجانی ها. اینها هنوز هم بخش عمدهشون در حکومت وجود دارن. شاید سهم بزرگی از این پول از مملکت خارج شده، قطعا خارج شده، و فساد در داخل همچنان ادامه داره. اون کسانی که لطمه دیدن از این وضعیت طبقه مصرف کننده،
اکثریت فقیر هستند که فاصله شون با طبقه مرفه و کسانی که راندخارهای حکومت هستند هر روز در حال افزایشه. یعنی اگر امروز کارمندی 1,000,000 تومان در ماه پول میگرفت، این نسبت به اونچه که 6 ماه پیش، 4 ماه پیش، 3 ماه پیش قدرت خرید داشت، این قدرت خرید رو 30 تا 40 یا 50% از دست داده. یعنی اگر تا 1 ماه پیش میتونست 2 وعده در روز به خانوادش مردی گوشت برای خوراک بده، حالا بایستی این رو به 1 وعده قناعت کنه بشه یا شاید از اون هم کمتر. اینها وضعیت لمسی مردم ایران، مردمی که کشور ثروتمندی دارن، مردمی که در کشوری هستن که ذخیره ترکیبی نفت و گازش بزرگترین در دنیا و تعداد تحصیل کردهش در خاورمیانه از هر کشور دیگری بیشتره، ولی بیشتر از هر کشور دیگری از این حکومت چوب بیکاری و گرسنگی و ناسامانی‌های دیگری رو خورده که تنها فقیرترین کشورهای دنیا ممکنه از اون رنج ببرن. آقای تقی‌زاده، خیلی به این نکته اشاره میکنن، درست یا نادرستش رو شما به عنوان یک کارشناس خواهید گفت، که اقتصاد ایران در حال فروپاشی کامل هست و در واقع اقتصاد فروپاشی سیاسی رو هم به دنبال میتونه داشته باشه. بر اساس چنین نظری گام بعدی تفسیر چنین میکنن که در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های بیشتر که میدونیم در کنگره آمریکا در ارتباط با نقض حقوق بشر هم تحریم‌های پیشنهاد شده، در صورت اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر یا همون جنگ نرمی که شما اشاره کردید، این تیر خلاص خواهد بود برای مجموعه نظام حکومتی در ایران، یعنی خروج آمریکا و تحریم‌های پیامده. تا چند اندازه این نظر مفسرینی از این گروه با استاب واقعیت؟ هدف این سیاست به نوعی تضعیف حکومت، این تضعیف حکومت باید به نفع مردم تموم بشه، یعنی موازنه قدرت رو به نفع مردم در داخل به هم بزنه. از این فرصت مردم طبیعتاً باید استفاده بکنن برای خلاص شدن از دست حکومتی که فاقد حمایت جهانی است، فاقد حمایت بین‌المللی است. نبودنش نه اینکه به تشنج در خاورمیانه کمک میکنه، بلکه به کاهش تشنج در خاورمیانه کمک خواهد کرد و حتی رقابت بین دو گروه سنی و شیعه رو در منطقه خاورمیانه از بین خواهد برد. مسائل جدی خاورمیانه رو آرامتر خواهد کرد. سوریه به راه حل میرسه، لبنان آرامش بیشتری خواهد داشت، عراق میتونه به سمت دموکراسی بدون مداخله خارجی حرکت آرامتری داشته باشه، یمن میتونه پایان جنگ خودش رو شاهد باشه، در سوریه ما میتونیم شاهد دموکراسی باشیم. اینها عواملی است که زمینه هایی است که یک عامل مخرب درش است و این عامل مخرب جمهوری اسلامی است. در داخل کشور هم مردم بدون جمهوری اسلامی میتونن تدریجا ابتدا در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی قرار بگیرن، دیگه دارایی اونها رو کسی غارت نمیکنه و بیرون نمیبره، صرف جنگ نمیکنه، صرف سرمایه گذاری تولید کننده در داخل خواهد شد و مردم امید پیدا میکنن، مردم خوشحال خواهند شد، مردم روزهای بهتر رو برای فرزندان خودشون در نظر میگیرن و این روحیه خوب کمک میکنه به شادابی بیشتر در جامعه ما. اینها اولین مزدهایی است که میشه از زمان کنار رفتن جمهوری اسلامی انتظار داشت و این هدفی است که دولت کنونی آمریکا هم دنبال میکنه. تکرار میکنم، ضعیف‌تر کردن حکومت جمهوری اسلامی، تقویت دست مردم و به این ترتیب به هم زدن موازنه‌ای که در این لحظه در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است، چون هم اسلحه را در دست داره و هم دارایی های مردم در اختیار اوست. این روند ادامه پیدا خواهد کرد تا سقوط جمهوری اسلامی. بدون شک جمهوری اسلامی برای هیچ کدام از مشکلاتی که الان با اون روبرو هست، از ورشکستگی صندوق بازنشستگی، از کسری بودجه نجومی دولت، از ورشکستگی نظام بانکی، برای هیچ کدام از اینها راه حلی نداره. من یک مورد رو مثال میذارم. امروز در بازار سلیمانی دلار 6200 تومان معامله شده، 6200 تومان، حالا میرسه به نزدیک 7000 تومان، همونطور که شما گفتید 1000 برابر چیزی که
40 سال پیش، پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی بود. در حالی که حجم نقدینگی در نتیجه انتشار اسکناس بدون پشتوانه و بدون اعتبار هر سال در دولت روحانی بین 17.5 تا 27% افزایش پیدا کرده و این پنجمین سال دولت جمهوری اسلامی است که روحانی پشت سر گذاشته و هر سال که جلوتر میره میزان حجم نقدینگی در حکومت زیادتر میشه. یعنی به هر مقدار که دولت بخواد دلار وارد بازار بکنه، ریال برای خریدن اون وجود داره و چون ریال دیگه اعتباری نداره، مردم له له میزنن که تهمانده دارایی خودشون رو به یک پول باثبات تبدیل بکنن. در حقیقت آمریکا با دلار به جنگ ریال و جمهوری اسلامی رفته و جمهوری اسلامی هیچ سلاحی برای مقابله با فشارهای دلار نداره. آخرین اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داد این بود که چند هفته پیش اعلام کرد ما پول پایه ماسباتیمون رو از دلار به یورو تغییر دادیم، ولی همین اقدام هم به نوعی خودزنی است، یعنی درآمدهای نفتی حکومت با دلار تامین میشه و مجبور در تجارت خارجی که همه قیمت‌های پایه با دلار هست یک بار به یورو تبدیل بکنن و بعد دوباره به دلار. یعنی این مورد هم مثل غمزنی‌های روز عاشوراست. جمهوری اسلامی فقط به فرق خودش میکوبه و همونطور که عرض کردم برای هیچ کدام از این مشکلات راه حلی نداره، در حالی که مشکلات رو به افزایش هستن. آقای رضا تقی‌زاده عزیز، با سپاس بسیار از شما که همراه ما بودیم و به اتفاق شما و بینندگان منتظر اعلام نظر پرزیدنت ترامپ خواهیم بود. حدود نیم ساعت دیگه قراره اعلام نظر ایشون منتشر بشه، این رو برای بینندگان من توضیح میدم. سپاسگزار هستیم و به امید دیدار در برنامه‌های آینده تفسیر خبر. باز یادآوری کنم که صندوق بین المللی پول اشاره داره به این که در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با حکومت ایران، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای رو در اقتصاد ایران شاهد خواهیم بود و آشفتگی بیشتری در بازار ارز در ایران. اما ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی حکومت میگه خیر، هیچ اثری در وضعیت اقتصادی و وضعیت ارز نخواهد داشت. بر خود شما عزیزان هست که سبک سنگین موضوع کدوم کفه ترازو حقیقت رو بازتاب میده و پیشبینی و منطبقه بر واقعیت هست. مسئله از دم خروس و به اصطلاح قسم حضرت عباس فراتر رفته. آیا واقعیت در خیابان فردوسی تهران و جاهای دیگه حقیقت ماجرا هست یا اظهارات ولی الله سیف و شیخ پرزیدنت حسن روحانی؟ همراه شما عزیزان خواهیم بود و همراه با آقای حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. همونطور که اشاره کردم با من و شما هستند آقای حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در واشنگتن. به اتفاق شما عزیزان سلام و خوش آمد میگیم به آقای حسن هاشمیان. خوش آمدید و سلام به شما. سلام بر شما جناب آقای چلنگی، سلام بر بینندگان محترم در هر کجایی که هستن. آقای هاشمیان، در واقع کمتر از نیم ساعت دیگه قراره که پرزیدنت ترامپ نظر نهایی خودش رو درباره ادامه حضور آمریکا در توافق 5+1 با حکومت ایران یا بیرون رفتن آمریکا از این توافق اعلام کنه. واکنش پیشاپیش حکومت تهران این بوده که ما به روابط سازنده خودمون با جهان، بقیه جهان ادامه میدیم و به هر حال برخلاف حتی صحبت‌های پیشین و
اینها. تفسیر شما رو میشنویم. در صورتی که آمریکا کنار بکشه خودش رو از این توافق، چه پیامدهایی میتونه در سیاست‌های به اصطلاح حکومت ایران و مسائل خاورمیانه داشته باشه؟ در این زمینه چند مسئله رو میشه مطرح کرد به اعتقاد من. مسئله اول اینه که اون چه که از تهران شنیده میشه و مقامات ایرانی بحث میکنن، یه مدت تهدید میکردن، آقای ظریف میگفت که خیلی سخت جواب خواهیم داد، برخی دیگر گفتن غیر منتظره پاسخ خواهیم داد، و آقای حسن روحانی هم که اخیراً که خیلی نرم صحبت کرده، این نشون دهنده عدم یک پارچگی در واقع موضع‌گیری‌ها در ایران و نشان دهنده ضعف اونهاست و نشان دهنده اونها که هیچ گزینه‌ای در اختیار ندارن که با این وضع جدید چه کار خواهند کرد، و این اضافه میشه بر ضعف‌های قبلی جمهوری اسلامی که بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در منطقه و واقعیت‌های موجود در جهان می‌خواست راه خودش رو ادامه بده، راه اشغال کشورهای منطقه، راه سرکوب ملت ایران و بسیاری از مسائل دیگه. موضوع دیگه این که اگر آقای ترامپ در واقع موضوع تحریم ها را امضا نکنه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ من میدونم که در درجه اول بانک مرکزی ایران مورد تحریم قرار خواهد گرفت. مسئله این که 400 شرکت ایرانی که از عمدترین شرکت های فعلی ایران که مربوط به برخیاش مربوط به سپاه پاسداران میشن، اینا مورد تحریم قرار گرفته میشه، ولی هنوز مشخص نیست که بعد از اینکه آقای ترامپ امضا نکنه در واقع رفع تحریم ها را، اینها بلا فاصله به کار خواهد افتاد یا بحث و مناقشه در کنگره آمریکا حول این قضایا صورت خواهد گرفت. مسئله سوم این که ایران چگونه واکنش نشان خواهد داد. آیا اونطور که گفته میشه اون متغیرهای اتمی خودش رو یک بار دیگه فعال کنه؟ البته میدونیم که الانش هم اون پروتکل اضافی رو کاملا اجرا نمیکنه، اجازه نمیده که بازرسان از مناطق مختلف به خصوص مناطق نظامی بازرسی انجام بدن، ولی موضوع برگشت به غنیسازی 20% در فردو مطرحه، مسائل مختلفی که در جای دیگه مطرحه. آیا ایران به اینها برمیگرده؟ خب اگر ایران به اینها برگرده، نه فقط با آمریکا مواجه میشه، بلکه ایران را در برابر در واقع اروپا قرار میده. از این رو من معتقدم که اینا گزینه‌های خیلی سختی برای ایران هستند. کار دیگه که ایران میتونه انجام بده در واقع نیروهای آمریکایی در منطقه را اذیت کنه از طریق شبه نظامیانی که داره در عراق، در سوریه، در یمن، در جاهای دیگه. اینم بازم در واقع برخلاف اون سیاستی است که در چند سال گذشته ایران میگفت که ما در واقع ضد تروریستیم، و الان در واقع برمیگردن به کارهای تروریستی خودشون. بنابراین گزینه های ایران خیلی خیلی سخته و به راحتی ایران نمیتونه تصمیم بگیره. خب چرا سخته؟ تمام این کارهایی که شما اشاره کردید حکومت ایران در 40 سال گذشته انجام داده و یک جور مماشاتی هم انجام شده حکومت‌های اروپایی و حتی بسیاری از دولت‌ها و کشورهای منطقه هم در 40 سال گذشته بالا و پایین داشته همکاریشون با حکومت ایران. چرا سخت؟ دقیقاً همینطوره. تجربه ایران کاملا نشون میده که جز این کار دیگه‌ای بلد نیست، ولی وقتی که آقای روحانی آمد تلاش کرد که یک چهره جدیدی از ایران نشون بده، تلاش کرد که بگن که ما بخصوص با توجه به اوضاع سوریه و عراق در حال مبارزه با تروریست هستیم، ما بخشی از ائتلاف بین المللی ضد تروریست هستیم، و میدونی شعارهایی که قاسم سلیمانی و دار و دسته قاسم سلیمانی و تبلیغات اونها در این مدت به راه انداختن، اینها اگر در واقع بیان برعکس اون چه که تبلیغ کردن در چند سال گذشته بیان کارهای
این چنینی انجام بدن، مثلا به نیروهای آمریکایی توسط شبه نظامیاشون در عراق حمله کنن یا در سوریه حمله کنن یا در باب المندب کارهای انجام بدن یا حزب الله لبنان در بیروت یا جاهای دیگه دست به چین کارهایی بزنن، در واقع تمام اون تبلیغاتی که انجام دادن اونها برباد خواهد رفت و یک بار دیگه همه مردم جهان نشان خواهند دید که جمهوری اسلامی تفاوتی با داعش نداره. آقای هاشمیان ببینید، مگه مردم جهان چند بار باید یک موضوعی رو تجربه کنن؟ و حالا مردم جهان یک موضوع، سازمان‌های اطلاعاتی و دولت‌ها موضوع دیگه است. شما ببینید در دوره مثلا اوباما، در دوره پرزیدنت کلینتون، حتی در دوره خود جورج بوش پسر، دست لابی جمهوری است در دوره، در همه این دوره همه این کارهایی که شما اشاره کردید، سربازان آمریکایی رو کشتن در خبر عربستان، حتی دولت‌های منطقه سعی کردن خاک بپاشن روی این موضوع، و در دوره کلینتون حتی ایستاد در راهرو سازمان ملل که با خاتمی دست بده، صحنه رو آراسته بودن، منتها آقای خاتمی به دلایلی از راه دیگری بردن که روبرون نشه و مسائل دیگه. و دولت آمریکا حکومت ایران رو حامی تروریسم میدونست، اما همزمان لابی جمهوری اسلامی در کاخ سفید بغل گوش پرزیدنت اوباما آدمهای خودشو داشت. نایاک شما که در جریان هستید و بقیه مسائل، دولت‌های اروپایی هم رفت و آمد میکردن به تهران، اتفاق چندانی هم نمیافتاد. آیا نیاز دارن بعد از مدت در تهران شعار داده میشه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، بعد تازه دولت‌های منطقه بعد از اینکه از ترامپ از توافق بره بیرون و حکومت ایران یه اقدامات تروریستی بکنه، تازه میفهمن که روحانی مثلا اونم فرق نمیکنه؟ حرف شما کاملا درسته. به اعتقاد من این واقعیت‌هایی است که در مورد رژیم ایران هست و اینکه چه کارهایی انجام میده و به اعتقاد من چه کارهایی در حال انجامه. منتها تبلیغاتی که برای جمهوری اسلامی شده و میلیاردها دلار صرف این تبلیغات شده، تلاش کرده که نشون بده جمهوری اسلامی بر ضد تروریست در منطقه در حال مبارزه هست. میدونید که کشورهای منطقه و ملتهای منطقه این رو قبول ندارن و همونطور که شما گفتین اونها میفهمن که چگونه جمهوری اسلامی تروریسم را آغاز کرد از بدو و انقلاب و چگونه اونو ادامه داد و چگونه به عنوان یک وسیله و اهرم در دستش قرار داد تا هم مردم ایران رو سرکوب کنه، هم در داخل ایران حاکم بشه و هم مردم منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. همه این واقعیت ها رو میدونن که چگونه آقای حسن کاظمی قومی در افغانستان آقای ابو مصعب زرقاوی رو درست کرد، به ایران آورد و بعدش به عراق بردش و از اونجایی که قبلا ایشون در واقع کاردار ایران در افغانستان یا کنسول ایران در افغانستان بود، بلافاصله سفیر ایران در عراق شد و تمام این جریانات تروریستی هم زیر نظرش، البته با هماهنگی دولت آقای مالکی و اینکه چگونه نیروهای تروریستی از زندان آقای مالکی فرار کردند و چگونه آقای مالکی موصل و تمام اسلحه ارتش عراق رو در اختیار این گروه‌های تروریستی قرار داد. همه اینها را میدونن، حقایقی که وجود داره، ولی متاسفانه خیلی از رسانه‌ها در چند سال گذشته صحبت از این مسئله نمی‌کنند. خیلی از بنگاه‌های تحقیقاتی بخصوصا در داخل واشنگتن این مسئله را نادیده گرفتن. آقای اوباما هم متاسفانه این مسائل رو نادیده گرفت و حتی معتقد بود که ایران حق داره در منطقه دخالت کنه و باشه کشورهای منطقه امور منطقه رو با ایران تقسیم کنن. و بنابراین با کمک این تبلیغات که جمهوری اسلامی تونست برای آقای بشار اسد بازاریابی کنه و برای گروه های دیگه، ولی الان اگه بیاد به طور مستقیم باز هم برگرده به اون کارهای گذشته و از اون جریانهای مخفی خارج بشه، طبیعتاً
به سختی دیگه اون گروه هایی که ازشون دفاع میکنن، از ایران دفاع میکنن، الان در آمریکا و در اروپا دیگه نمیتونن به شکل گذشته دفاع کنن، در موضع ضعف قرار میگیرن و بسیاری از مسائل. آقای هاشمیان، خیلی معتقد هستن که این برنامه هسته‌ای حکومت ایران عملا زمینه ساز بسیاری از مسائل و تغییراتی هم در منطقه شد، یعنی زمینه ترس مشترک اعراب و اسرائیل از طرفی و نزدیکی اونها، و زمینه مسلح کردن روزافزون کشورهای منطقه در برابر خطر هسته‌ای حکومت ایران، و به همین دلیل بسیاری هستند که خواستار ادامه همین بحران و همین شکلی که هست، این بحران رو خواستار ادامهش هستن. تفسیر شما رو میشنم، این افراد تا چه اندازه درست گزارش میکنن وضعیت رو؟ این وضعیت برای چند سال گذشته مفید بوده و در واقع منطقه رو کاملا وابسته کرده. اگر مثلا در دهه‌های 70 و دهه‌های بعد ما شاهد این بودیم که یک بحثی در مورد توسعه منطقه مطرح شده بود، الان این بحث دیگه کاملا با وجود جمهوری اسلامی از بین رفته. کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام داده برعکس شعارهایی که مسئولین ایرانی مطرح میکنن، این منطقه را بیشتر وابسته کرده، سلاح به این منطقه بیشتر فروخته شده، برنامه های میلیتاریزم و نظامی کردن امور در این منطقه بیشتر شده. جمهوری اسلامی در عرض 40 سال گذشته سرمایه های کلانی در مورد شبه نظامی و شبه نظامی کردن منطقه انجام داده. الان تو هر منطقه‌ای که میبینیم شبه نظامیان جمهوری اسلامی در حال جنگ هستند، برخلاف شعار و عنوانی که جمهوری اسلامی تحت عنوان مبارزه برای آزادی قدس مطرح میکنه. تمام جنگ های جمهوری اسلامی و تمام شبه نظامیان جمهوری اسلامی در واقع با کشورهای عربی بوده و با کشورهای مسلمان بوده. هیچ وقت جمهوری اسلامی متوجه اسرائیل یا اونطور که شعار میدن نبوده. این قضیه تا حدودی درسته، ولی الان در شرایط فعلی به اوج خودش رسیده و ممکنه حتی برای کسانی که ممکنه منتفع بشن از قضیه در نهایت ضرر ایجاد کنه. لذا دیگه از این به بعد بایستی جمهوری اسلامی رو کنترل کنن. مرحله بعد در واقع کنترل جمهوری اسلامی، تمام سیاست‌هایی که گذاشته میشه الان بر پایه کنترل جمهوری اسلامی است، به خصوص در مناطق بسیار پرمخاطره مثل سوریه که همونطور که اسرائیل در واقع مطرح کرد، دیگه وجود نیروهای ایرانی در اون منطقه را تحمل نمی‌کنه اگر در گذشته تحمل کرده. بنابراین به اعتقاد من این سیاست تا یک دوره منافعی را برای کشورهایی که شما بهشون اشاره کردید داشته، ولی از این به بعد جمهوری اسلامی بایستی کنترل بشه. ضمن اینکه سقوط جمهوری اسلامی خیلی به نفع در واقع نظام جهانی، به نفع دموکراسی در جهان، در منطقه و به نفع ملت‌های منطقه خواهد بود. بنابراین نمیتوان دیگه بیش از این در برابر اراده های مردم منطقه بخصوص مردم ایران ایستاد. آقای هاشمیان، همین سیاست ها و همین اونچه که مماشات هست، اونچه که همراهی هست، اونچه که حمایت هست در جهت مسائلی و هر چی که بوده، راه رو برای جمهوری اسلامی حکومت ایران در کشورهای منطقه باز گذاشت. یعنی بنابر ملاحظاتی دست ایران در عراق گشوده شد، حکومت ایران در زمان حتی پرزیدنت بوش، و در یمن و در افغانستان و در لبنان، و میبینیم علی‌رغم اون چی که شما اشاره کردید در لبنان یکی از انگشتان به اصطلاح سیاست خارجی جمهوری اسلامی، بسیار پرهزینه هم هست این انگشت دخالت، حزب الله لبنان اکثریت رو در انتخابات لبنان به دست آورد و اتفاقا از متحدین حزب الله لبنان آقای میشل اون و حزب او هست که مسیحی هست.
این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ در همسایگی اسرائیل و قدرت سیاسی مانوری که حزب الله شب گذشته شما قطعا در جریان در بیروت داد، موتور سوارانی که وارد حتی منطقه مسیح نشین شدن مثل اشرفیه بیروت، تفسیر شما رو میشتم. این پیروزی حزب الله رو در انتخابات چگونه میبینید؟ ببینید، خیلی از مردم ایران و حتی مردم منطقه نمیدونن که چگونه حزب الله پیروز شد. یعنی جزئیات و واقعیت های جزئی این قضیه رو کسی نمیدونه. حتی جمهوری اسلامی در تبلیغات خودش بیشتر سعی میکنه که بگه مردم لبنان به مقاومت رای دادند و تلاش نمیکنه که توضیح بده که چگونه حزب الله پیروز شد. یکی از مسائل مهمی که کمک کرد به پیروزی حزب الله ایجاد قانون جدید انتخاباته که به اعتقاد من آقای سعد حریری نبایستی این قانون رو بدون مطالعه دقیق و بدون در نظر گرفتن نتایجی که از این قانون منتج میشد این قانون رو میپذیرفت و در نهایت این قانون به ضرر آقای سعد حریری تمام شد و من الان توضیح میدم چگونه به ضرر آقای سعد حریری و به نفع حزب الله تمام شد. قانون جدید آمده در واقع یک مناطقی رو از هم تفکیک کرده و در واقع آمده حوزه های جدیدی رو آفریده که قبلا به این شکل نبود، بخصوص در بیروت. آمده منطقه بیروت رو به دو قسمت تقسیم کرد. در واقع قبلا رای هایی که گرفته میشه در کل بیروت و بر اساس کل آرا متخذه در واقع نمایندگان انتخاب میشدن و حق سعد حریری هم بیشتر میشد. الان آمدن آقای هاشمیان اجازه بفرمایید. ببینید، بحث بر سر مکانیزم انتخابات که حزب الله رو به هر حال صاحب اکثریت کرد، البته بسیار سپاسگزار که برای بینندگان این توضیح رو میدید و بسیار مفیده، اما بحث بر سر اینه که حزب الله لبنان با اینکه قبل از تصویب این قانون و قبل از پذیرفتنش توسط سعد حریری که چرا ناچار شد بپذیره، به هر حال حزب الله لبنان تونست چند سال ساختار سیاسی لبنان رو مختل و فلج نگه داره. هنوز اکثریت رو هم نداشت در مجلس که میدونیم، برای بینندگان این توضیح رو میدیم که رئیس مجلس هم طبق توافقی که بوده در طائف بیشتر این باید شیعه باشه، اما با به قول موشدوونی های حزب الله سیستم سیاسی لبنان چندین سال فلج بود. اینی که میشل اون مسیحی رفته زیر بیرق حزب الله هم خب دیگه نشون دهنده خیلی موضوعات است. پرسش من اینه، با وقت کمی که داریم، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ چه تأثیراتی میتونه روی کل ماجرای لبنان بگذاره و در نتیجه اسرائیل بگذاره و در نتیجه جبهه جمهوری اسلامی رو در منطقه قوی تر و قوی تر کنه؟ که میدونیم لبنان محل تلاقی و برخورد سیاست های حکومت های مختلف منطقه. بله، ولی من معتقدم که این جزئیاتی که مطرحه خیلی چیزها را برملا میکنه که چگونه حزب الله پیروز شد در انتخابات. به هر حال این جزئیات بسیار حائز اهمیته. ولی در رابطه با سوال شما، حزب الله یک نیرویی که حدود 35,000 نفر مسلح داره، اونم مسلح ایدئولوژیک، علاوه بر سلاحایی که در اختیار دارن، در واقع نیرویی که تقریبا 2/3 ارتش لبنان هستش. لبنان ارتش بسیار کوچیکی داره، یک کشور کوچیکیه. اینها تونستن در واقع این نیروهای نظامی و شبه نظامی رو در داخل لبنان ایجاد کنن. لبنان یک شبکه مخابرات مستقل داره، در واقع اطلاعات مستقل داره، سیستم های اطلاعاتی و غیر اطلاعاتی و دولتی مستقل داره. بنابراین تمام این اهرم هایی که در اختیار داشتن، اونم به اسم مقاومت و به اسم مبارزه با اسرائیل، با سلاح خودشون تونستن خودشون رو بر ملت لبنان و دولت لبنان تحمیل کنن و با این شرایطی که پیش آمده در واقع الان بیشتر خودشون رو تحمیل کنن. اما اینکه چه پیامدهایی خواهد داشت،
در واقع این موجب میشه که برعکس تصور جمهوری اسلامی که پیروزی حزب الله در لبنان موجب میشه که یک نوع پیشگیری بشه از رویارویی با اسرائیل، یا به عبارت دیگه اسرائیل قدرت لبنان رو در قدرت حزب الله رو در لبنان ببینه و تمایلی به رویارویی با اون نداشته باشه، دقیقاً برعکسه. این پیروزی در واقع در لبنان و اسرائیل به هر حال جزئیات میدونه که حزب الله چگونه در لبنان پیروز شد. از 27 نامزدی که داشت 26 نفرشون برنده شدن و در واقع این تکنیک ها و جزئیات قضیه بود که اینا چگونه با اسلحه و چگونه با هوچیگری، همون کارهایی که بسیج و سپاه بر حوزه های رای در ایران انجام میدادن، همین کارها را کردن و حتی اجازه ندادن یکی از نامزدها، یه خانمی، وارد حوزه انتخابات بشه و رای بده و کوتکش زدن. تنها جایی که اتفاقا خیلی جالب بود که شکست خوردن و چون که اونجا نیرو به اندازه کافی نبردن و اون هوشیگری و برنامه خودشون رو راه ننداختن، در بعلبکه. یعنی بعلبک میدونی که قلب مراکز شیعی است، ولی نماینده آقای سمیر جعجع، نماینده نیروهای لبنانی، در بعلبک پیروز شد. بنابراین اگر قرار بود که به شکل طبیعی نیروهای حزب الله وارد صحنه انتخابات میشدن، احتمال داشت که به همین شکل در واقع رای میوردن. منتها اونها از طریق سلاح، از طریق شبه نظامی، از طریق سازمانهای خودشون، برنامه های از قبل تعیین شده و بسیاری از مسائل، تونستن این کار رو بکنن و این پیروزی رو الان به این شکل به دست آوردن. منتها این به نفعشون نیست، چون که اسرائیل ممکنه در واقع برداشت دیگه ای بکنه. سپاسگزار هستیم آقای حسن هاشمیان در واشنگتن و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. دقایقی دیگه، همونطور که اشاره کردم، درست دقایقی پس از پایان تفسیر خبر، پخش تفسیر خبر، پرزیدنت ترامپ سخنرانی خودش رو آغاز می‌کنه و قرار همونطور که پیشتر گزارش شده درباره ادامه حضور یا خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با حکومت ایران نظر نهایی خودش رو اعلام کنه. چه پیامدهایی خواهد داشت، حتما در شماره‌های آینده تفسیر خبر مورد بررسی قرار خواهیم داد. شما عزیزان نیز میتونید هر نظری در این زمینه که دارید برای ما حتما بفرستید، چنانچه گزارشی تصویری از گفتگوی خودتون با دوستانتون نیز دارید و مایل به پخش هستید، برای ما نیز بفرستید. هر نظرخواهی تصویری رو که مایلید پخش کنیم اشاره کنید، حتما در تفسیر خبر پخش کنید. به پایان برنامه رسیدیم. عزیزانی که برنامه رو از آغاز ندیدن میتونن تا لحظات دیگه لینک برنامه رو روی کانال تلگرام تفسیر خبر مشاهده کنن. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد